سلامی چو بوی خوش آشنایی، درود و عرض ادب محضر یکایک شما همراهان هماره من در تمامی برنامه های ایران فردا، در سه‌شنبه شبی تازه با برگ تازه‌ای از دفتر شانگاهی صفحه یک مهمان خانه های شما هستم. برنامه امشب سه‌شنبه هفتم بهمن ماه ایرانی برابر با 26 ژانویه 2021 میلادی رو با هم مرور میکنیم با مجموع مطالب منتخب از صحنه رسانه ها و پهنه مطبوعات چاپ تهران و نگاهی خواهم داشت به مجموعه رویدادها و رویکردهای منتشر در سپهر رسانه‌ای ایران. رسوایی های نظام فقیهان هر روز ابعاد تازه‌ای میگیرد و هنوز ماجراهای سیلی زدن نماینده بدخوی فقیه پیشه سبزواری مجلس بر صورت سرباز ایرانی جنجالش نخوابید که به یک باره چشم باز یک میت به نام مصباح یزدی و داستانهای رسوا آور آن غسال معروفش بعد تازه‌ای افزود و گویا منجر به افشاگری هایی شده که همه اصولگرایان نیز شرمسار این رسوایی تازه و افشاگری احمد توکلی شدن. امروز تمامی روزنامه های دست چپی تا حدودی، روزنامه هایی که خب همواره به نحوی از آنها در طول همه این سالها به طور مشخص تحت عنوان روزنامه های تحول خواه یا روزنامه های اصلاح طلب محسوب می شوند، بعد از دوم خرداد 76 آقای خاتمی تا حدودی خب روییدند و این حرفا و زوایایی با بخشای خرافه محور حکومتی دارند، همگی خب طبیعتا روز خوششون بوده و می خواستن این گونه هم القا کنند که ببینید ملت ما که می گوییم حکومت دست خرافه گرایان و ابر بدهکاران اردوگاه اصولگرایانی است و غسالشان که ابر بدهکار بانکی بوده فقیهی چون مصباح یزدی رو مدعی می شود که به هنگام غسل دادن چشم گشود و اون رسوایی که برای آقای کاظم صدیقی هم امام جمعه منصوب آقای خامنه‌ای پیش اومد. خب با همین زمینه مایلم که نگاهی داشته باشم به برخی از روزنامه‌ها، ببینم با چه زاویه‌ای به این موضوع نگاه کرده بودن، نظر به اینکه اصولا ورود به این عرصه، این حجم انتقاد به این نوع مبانی و نگاه خود نوعی تقابل ایدئولوژیک محسوب می شود. به هر روی مردان جمهوری اسلامی معتقدند که ته دل واقعا معتقدند که یکی مثل مصباح یزدی که اصلا اسطوره تئوری ارهاب بود و استاد تئوریسین کردن نظریه ترور جمعی بوده، واقعا معتقدند که ایشون اوتاد بوده، یعنی وتد بوده و به تعبیری اولیاء الله بوده. اون جایی که آقای کاظم صدیقی امام جمعه منصوب خامنه‌ای گفته بود که مثلا ایشان به هنگام قوس شدن به نقل از غسال اعلام کرد که چشم گشود و باغ بهشتی دید، گفت همه چی اوکیه من میرم و اوکی و دوباره چشمشو بس، سعی داشتن یک اعتبار ایدئولوژی برای تفکر طبقه حاکم بخرند و این حجم الان نقد و رسوایی قطعاً اون دکان دینداریشان رو با ترک های بیشمار مواجه می کند. ببینم نگاه روزنامه ها رو، یک قصر و هزار حاشیه عنوان روزنامه آرمان ملی بود که به این ماجرا پرداخته بود، غسال یا ابر بدهکار بانکی عنوان آفتاب یزد بود که به این موضوع پرداخته بود، نفوذ شبکه فساد و جنگیری عنوان روزنامه اعتماد بود که به این موضوع پرداخته بود، غسال جنجالی آیت الله مصباح ابر بدهکار بانکی است عنوان روزنامه مردم سالاری بود که در یکی از گزارش‌ها به آن پرداخته بود. همون گونه که می‌بینیم همه این روزنامه‌ها به نحوی خب روزنامه‌های در طیف تحول‌خواهان هستند، سعی در ارائه آگاهی رسانی و به تعبیر خودشون گردش اطلاع رسانی به سبک متفاوت‌تر از اردوگاه اصولگرایان هستند. یک قسل و هزار حاشیه روزنامه آرمان اشاره کرد در حالی که کشور نیازمند تدبیر برای حل مشکلات و ارائه راهکارهایی برای عبور از موانع است، برخی با ادعای دلسوزی برای کشور به موضوعاتی میپردازند که از اهمیتی برخوردار نبوده و شاید برای معدود افرادی مهم باشد، مثل قسل آیت الله مصباح یزدی که از همان زمان درگذشتشان محل منازعه شد. حاشیه سازترین روایت از این قسل به اظهارات آقای صدیقی
خطیب جمعه تهران باز می‌گردد. او در گفتگو با شبکه قرآن صدا و سیما، همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز در هفته‌های پیش نسبت به ماجرا اطلاع یافتید، درباره مصباح یزدی و روزهای بیماریش گفت که بر ما سخت می‌گذشت، ایشان که دید ما ناراحتیم چشمشان را باز کردند و فرمود که ناراحت نباشید، این ناراحتی تا دو هفته است، بعد از دو هفته باغ وسیعی برای ما تدارک دیدند که ما را به آنجا میبرند. این دلداری رو به ما داد و دقیقاً دو هفته بعد همه چیز تمام شد. یعنی ایشان از زمان مرگ خود نیز خبر داشت و جایگاهشان رو هم به ایشان نشان داده بودند. در یک باغ وسیعی ما رو میبرند. درست مثل اون خاطراتی که به یاد داریم در زمان جنگ 8 ساله ایران و عراق. خب بعضن برای انسجام وحدت ملی به کارگیری از انبان ایدئولوژی صورت می گرفت. مثلا گفته می شد که شهروندی در دل خوابه، که مثلا جوانان رزمنده یا آن وقت به خواب بودن، کسی با این LED ها و لامپ های کوچک دور کمر می بست، شب بیدار می شد، اونو حوار می کشیدن که امام زمان رو دیدیم و ای لشکر صاحب زمان، آماده باش آماده باش رو مثلا می سرودن. و استفاده از متاع و ابزار فریب در دنیای ایدئولوژیک برای رسیدن به اهداف فقاهتی یه امری 1400 ساله هستش. و این باغ وسیع، اسب سفید، باغ سبز، ادبیاتی است که خب همه ایرانیانی که به نحوی از آنها، چه از اهالی تشیع باشند چه تشیع نباشند، در جغرافیای سیاسی ایران زندگی کرده باشند، خب خوب آگاه هستند که در محافل گفته شده یا مثلا در ظهر عاشورا در به خانه زده می شود، کاسه غذا می آید و طرف مثلا محو می شود، غیب می شود، دست مثلا ابوالفضل بوده. این نوع ادبیات فریبکارانه و دکاندارانه از فرقه فقیهان سابقه دیرین دارد که این افشاگری تازه آقای احمد توکلی در سایت الف قطعا رسوای بسیار عظیمی در اعتماد سازی هایی که گروه های اصولگرا برای خودشون داشتن ایجاد کرده است. حسب گزارش همه این روزنامه ها بایستی اشاره کنم که خود آقای احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران هستش. خب ایشون یعنی منتخب خود آقای علی خامنه ای است، یعنی آقای احمد توکلی رو به مسابقه نیروی ارزشی و اصولگرا هم میشناسند. افشاگری از سوی ایشان اصل ماجرا رو به لحاظ روایی و اعتبار بیشتر در کانون توجه قرار میدهد. آقای توکلی اعلام کرد که کسی که جنازه محمد تقی مصباح یزدی رو پیش از کفن و دفن شستشو داده است، یک ابر بدهکار بانکی است که جنازه های روحانیون سرشناس رو به خانه خود میبرد و قسم میدهد. همین یک مورد رو ملت ایران واقعا ندیده بودند. حالا جنازه دزدی دیدیم، جنازه بازی دیدیم که مثلا 15 سال پیش یک قطعه استخون میارن دور شهر میگردونن تا مردم رو در صحنه نگه دارن. جنازه ربایی و مجروح ربایی از تخت بیمارستان دیدیم در مقاله کوی دانشگاه. اما از اینکه قصال نفوذ کنه بر بیوت عزرات و برای کفن و دفن هم دکان تقدس ایجاد کنند اما ابر بدهکار بانکی باشن، این دیگر عجائب ترین نوع مدل های باز تولید حکومت های قرون وسطایی است. اشاره کنم که خطاب آقای احمد توکلی و آقای حسین رجعی به صحبت های کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران در یک برنامه تلویزیونی بود که صریحا گفته بود مصباح یزدی هنگام غسل چشم خیش باز کرد و نگاه مهربانانه‌ای به حاضران انداخت و دوباره چشمانش رو بست. حالا جالب اینجاست که این آقا در قید حیاتش تئوریسین ترور بود و مقوله اون بحث کرمان و کشتن چند زن و مرد جوان رو به صرف این که در یک خوشپوشی یا آزاد قدم زدن توسط برخی از بسیجیان اون اعدام رو، اون قتلای زنجیری رو صورت داده بودن و چیزی که در سیمای این مرد در قید حیات مشهود نبود همان نگاه مهربانانه بوده. پس این نگاه مهربانانه که ایشون هم اشاره می کند قطعا در امتداد هم و برای همسویان و هماندیشان خیش است. مدتی بعد به خاطر بیان سخنان نسنجیده ی آقای خطیب جمعه فشارها بر کاظم صدیقی افزایش یافت و ایشان مجبور شده بود از سخنانش کوتاه بیاد، اما قبلش توضیح داد که این حرفها رو به نقل از قصال آیت الله مصباح یزدی گفته است. حالا قصال آیت الله مصباح با یادداشت احمد توکلی به تیتر یک رسانه‌های امروز چاپ تهران بدل شده بود و
قصال آیت الله یک ابر بدهکار بانکی است. جالب اینجا بود که گویا خانواده مصباح یزدی بخشی از ماجرا رو تکذیب کردن، نه اصل ماجرا رو، و آقای احمد توکلی حسب همه گزارش این رسانه ها اشاره کرده که پیدا کردن این قصال کار بسیار سختی برای ما نبوده، به همراه آقای رجایی که گویا معاون یا رئیس یک نهاد مردم نهادی است که تحت امر آقای توکلی کار میکنه تحت عنوان بررسی میزان شفافیت عملکرد مردان جمهوری اسلامی، دریافتن که شخصی به نام رضا مطلبی کاشانی هستش که در واقع همان قصال آیت الله حقشناس بوده. ماجرا این بود که خبری منتشر شد مبنی بر رابطه مالی آقای پناهیان با رضا مطلبی کاشانی که ظاهرا در یک ساختمان شریک بودن، که این موضوع قطعا میدونید پناهیان یکی از تندروترین رادیکالترین ذوب شده ترین شخص در محضر حضرت آقاست. خیلی جالب است، تسلیس و مثلث رسوایی و زر و زور و تزویر همه دوره هم جمع شدن و اینها مدعیان ساده زیستی هستند، مدعیان شعارهایی هستند که حضرت آقا 40 روز گوشت نمیخوره هستند، و یکی یکی اینگونه ماجرای وصلشان و وصلتهایشان در پس پشت پرده با ابر بدهکاران بانکی افشا می شود. آقای پناهیان یکی از تندرو و رادیکال ترین روحانیونی بوده که گفته که از دوستان برای من خانه باشکوهش رو هدیه داده، که بحث همین آقای مطلبی کاشانی بوده. این چرخه البته خب ادامه دارد که آقای اکبر طبری هم که در زندان می گفت که دوستان من تمام فشن و اشون فشن رو یک جا به اسم من می کنن اگر بخواهم. دنیای دوستی های میلیاردی خودشون از اولیگارشی شکل گرفته در ساختار نظام فقیهان. گویا آقایان توکلی و رجایی در بررسی هاشون به اینجا رسیدن که آقای رضا مطلبی کاشانی تنها چهره غیر سیاسی حاضر در تولیت آستان قدس رضوی است. آستان قدس رضوی هم که آگاهی دارید یکی از امپراتوری های بزرگ مالی تحت امر علی خامنه‌ای است. ایشان با بسیاری از شخصیت های سیاسی در فعالیت های موسوم به خیریه مشارکت می کند. حتی توکلی نوشته بود که نفوذ رضا مطلبی کاشانی خطرناک است، چون با لباس تاجر خیر متدین به علما و مسئولان نزدیک می شد. البته آرزو و چشم داشت طعمه ها وسوسه هایش را کارساز می کرد. به گفته آقای توکلی در این وضعیت اقتصادی مطلبی کاشانی فقط 40 میلیارد تومان خمس پرداخت کرده است. مطلب خیلی زیاد هست، بحث مجمع خیرین، بحث انتظار طبقات فقیهان حاکم از خیرین و انتصاب آنها در جریانهای مالی، اساسا در نگاه فقه شیعه آیا این روا هست یا خیر، مقوله های مثل خمس و زکات، حتی مؤسسه آموزشی امام خمینی که زیر نظر آقای خود مصباح یزدی بودی که خود آقای کاظم صدیقی که در توصیف و رسا آقای مصباح یزدی گفتشون چشم گشود، همه اینها یک چنبره و چرخه‌ای هستند که به نحوی از آنها در یک فرایند مافیای مالی از همدیگر ارتزاق می کنند. حتی سال 91 آقای مطلبی نفر اول فهرست 6 نفره مؤسسان مؤسسه پژوهشی آموزشی اندیشه های امام خمینی بود که رئیس آن آقای مصباح یزدی هست و مشهورترینشان همین کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران بود که با اون فعالیت داره. خب این هم نکته های تازه که رسانه های چاپ تهران مطرح کردند از رسوایی زنجیره‌ای زرندوزی آدم هایی که در حوزه بیوت موسوم به مراجع تقلید شیعه به تعبیری لانه کرده اند و تا نجف و کربلا هم کشیده شده که فعلا از ذکر جزئیات اون خودداری میکنه. بس آقای سیستانی بوده که در مقوله آقای روح الله زم اون شجاعت و جسارت لازم رو گفتن اعلام نکرده، به خاطر اون مقوله معیشتی و اموال و پول و مالی است که در قم به اینان تزریق می شود و سعی نکرد با بازوی نظامی خامنه‌ای که سازمان اطلاعات سپاه باشه در بیفته. علی حال هرچه هست که سقف معیشت بر ستون شریعت بنا کرده اند این طبقه تبعکار موسوم به فرقه فقیهان. مطلب بسیار زیاد هست، خیلی از روزنامه‌ها با هم پرداخته بودن، از این مطلب من عبور میکنم به چند تا مطلب دیگه هم برسم. جدایی از این مقوله ابر بدهکار بانکی، تازه ترین خبرهایی که امروز میدیدم، البته گویا وقت نشده بود که روزنامه های چاپ تهران با آن بپردازن، صریحا از سوی سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام شد که برادر حسن روحانی به علت زرندوزی در حوزه دلار محکوم شده و بایستی به زندان برود. سخنگوی قوه قضاییه ایران امروز
شنبه بود که میدیدم از محکومیت مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور ایران به 4 سال حبس و جزای نقدی به جرم قاچاق ارز خبر داد. به گفته آقای اسماعیلی، جهانگیری به اتهام قاچاق حرفه‌ای ارز به 2 سال حبس و ضبط بیش از 840,000 دلار، البته کمتر از 1,000,000 دلار بوده، و همچنین 10,700,000,000 تومان جریمه محکوم شد. یک اتهام دیگه آقای جهانگیری تحصیل مال نامشروع اعلام شده که در این پرونده نیز او به 2 سال حبس و بیش از 45,000,000 تومان جریمه محکوم شد. با احتساب 1 دوره 6 ماهه بازداشت آقای جهانگیری که در سال 96 بود به گمان بنده و همچنین قانون مجازات اسلامی که در این نوع پرونده ها یکی از احکام رو قابل اجرا می داند، احتمالاً مدت زندانی که آقای جهانگیری بایستی تحمل کند حدود 1.5 سال خواهد شد. همین الان هم که این گزارش رو برای شما میخونم، آقای مهدی جهانگیری در حال حاضر رئیس گروه مالی گردشگری و نائب رئیس اتاق بازرگانی تهران هست. مهر ماه سال 96 ایشان به اتهام اخلال اقتصادی توسط سپاه استان کرمان بازداشت شده بود. این نکته رو باید اشاره کنم برای تحلیلی، خب تا حدودی زیادی از اینکه همه مردان جمهوری اسلامی به فساد آلوده هستند تردید نیست. همه اینا نوکیسگانی بودند که خب اصلا چون این وضعیتی رو ندیدی بودند، طبیعتا تحمل مواجهه شدن با بودجه های کلان رو ندارن و دچار خطاهای این مدلی میشوند، چون اون پرنسیب و اصالت لازم رو برای امر حکمرانی و حکومترانی و برنامه ریزی مدیریت سیاسی در سطوح بالا ندارن. با این وصف نشانه های آشکاری از مقوله به تعبیری جدال های جناحی هم به چشم میخورد. گویا لحظه به لحظه در واپسین ماه های مانده به پایان ریاست جمهوری آقای حسن روحانی هر روز یک گزیدگی و یک گزارش تازه علیه ایشان صورت میگیره که این حکم دیگه بسیاری از نکات پس پشت پرده رو بیشتر رو کرده. خب دیدیم وزیر ارتباطاتشون آقای آذری جهرمی رو احضار کرده بودند و کسانی دیگری رو یا خود ایشون رو پامنقلی خونده بودند و الان میبینیم که برادر ایشون رو محکومیت قضایی رسمی صادر میکنند به خاطر کمتر از 1,000,000 دلار، 850,000 دلار که میتوانست با یک رأفت اسلامی دفتر بیت آقا موضوع سرش هم بیاد. این میرساند که جنگ قدرت برای ایستگاه 1400 لحظه به لحظه بیشتر شده و چه بسا تا نزدیک ها، چون هیچ گونه برنامه درستی هم برای ارائه گزینه‌های ریاست جمهوری در دو طیف قطعی نشده، بدین روی هست که جنگ پیش از برنامه‌ریزی لازم بیشتر پدیدار شده. سخن از انتخابات شده آقای فضلی وزیر کشور بر صدر بسیاری از رسانه‌های چاپ تهران جای گرفته بود. گویا ایشان از بی انگیزگی مردم ایران برای انتخابات پیش رو گفته بود، گفته که فضای سرد انتخابات بایستی فعال بشه. بسیار از روزنامه‌ها به این موضوع پرداخته بودند که وزیر کشور که خب رئیس اجرایی ستادهای انتخابات سراسر کشور خواهد بود، رسما در این برهه از زمان، چرا که در یک مقایسه تطبیقی و بررسی آماری با سایر سالهای انتخابات ریاست جمهوری، مثلا 7 ماه، 6 ماه تا 1 سال مانده به انتخابات ریاست جمهوری، حداقل چند گزینه و چند نامزد بین افکار عمومی از دو جناح مطرح می‌شد. کماکان فعلا همه چیز در رکود و سکوت هستش و اینها اشاره میکنن که ما بایستی به طور سازماندهی شده شیوه هایی رو اتخاذ کنیم که بتونیم مردم رو برای انتخابات آتی به صحنه بیاوریم، مشارکت فعال ایجاد کنیم. این در حالی است که به طور مشخص بخوام اشاره کنم، یک اکت و یک کنش اعتراضی و یک کنش هوشمندانه اعتراضی از سوی شهروندان ایرانی است که گویا با صندوق های انتخابات، با اصل مشارکت در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی برای تعیین چهره ها و کارگزاران تعیین شده شورای نگهبان مخالفت دارند. این مقوله خب قطعا بعد از دی 96 و همینطور بعد از آبان 98 بسیار بیشتر و تشدید شده، یعنی نوعی قهر عمومی از صندوق‌های انتخابات، بی‌اعتنایی شهروندان. و این پیام رو مقامات ارشد جمهوری اسلامی ایران از جمله آقای وزیر کشور که نهادهایی در وزارت کشور مستقر هست، مدام نسبت به رصد افکار عمومی، پیمایش میدانی افکار عمومی فعالیت‌های صورت می‌گیرد و نوعی بی تفاوتی و بی اعتمادی جمعی ایرانیان نسبت به هر گونه تغییر احتمالی در ظرفیت سیاسی جمهوری اسلامی برای آنان ثابت شده و پدیدار شده و بدین روی آگاه هستند که شهروندان بسان انتخابات مجلس پیشین
میل به حضور برای انتخاب نامزدهای تعیین شده و رسمی حکومتی رو نخواهند داشت، بدین روی هست که آزردگیشان پیشاپیش اعلان و آشکار شده. از جمله موضوعات دیگری که بر سطح همه روزنامه‌های چاپ تهران امروز به طور مشخص دست راستیا بیشتر به چشم خورد، تجلیل رهبر ایران از آقای فخری زاده، همان دلال هسته‌ای ترور شده در آبسرد تهران بوده که بسیار از اونها پرداخته بودند. از این جهت برای من قابل توجه بود که خب بعد از مدت‌ها احتمالاً خانواده آقای فخری زاده هم به نحوی از آنها در یک همپوشانی نسبی ایشان رو در قد و قامت آقای قاسم سلیمانی میدیدند. انتظار مهر از دفتر ولی فقیه در حد قاسم سلیمانی برای فخری زاده داشتند، اما چنین نشده بود. اون مقدم اشاره کردم، هم خب حال آقای خامنه‌ای اون زمان خیلی بدتر بود، به یاد داریم که نفس‌ها به شمار افتاده بود، همین که کرونا در پیک بالایی بوده، همین که حاشیه‌های مطرح شده بود که خب پیشتر گویا به خاطر مقوله‌های روابط آزاد با زنانی دیگر از سوی و داشتن حجره‌های خلوت در حوالی آبسرد، حضرت آقایش بهش گفته بود که مواظب خودت باش و گویا بچه خوبی نبوده، گوش نکرده. یه خشم آنی هم میتوانست مشمول حال آقای ولی فقیه شده بود. به هر روی هر آنچه بود توجه لازم نشد، ضمن اینکه اصل ترور و مرگش کماکان در حاله از ابهام هست. اول گفتن یک گروه عملیاتی رو اونجا دستگیر کردن، بعد گفتن همه دستگاه‌ها هوشمند بوده، تا جایی که گفتن اصلا دستگاهی که ایشون رو کشته توسط خود سپاه هم ساخته شده. این حجم ابهام‌ها عاملی بوده که کماکان مدار مهر ولی فقیه با فخری زاده در حاله از ابهام باقی بماند، اما سعی کردن که این رو جبران کنند و از ایشون هم به مثابه یک سیمایی در قامت قاسم سلیمانی بر بکشند، هرچند کماکان برای قاسم سلیمانی در صدد برکشاندن ترکیبی از ایدئولوژی سلیمانی صفت هستند. حتی می دیدم که لحظه های قبار روبیه به تعبیری همون پول جمع کردن رو در مرقد امام هشتم شیعیان به آقای قاسم سلیمانی فیلم هایی منتشر کرده بودند که بیشتر سعی داشتن از ایشان به مثابه یک انسانی در قامت امام سوم شیعیان تفسیر و توصیف کنند، که وقت من نیست بخوام به اون بپردازم. وقت من عملا رو به انتهاست، اما ماجراهای نماینده ستیزخوی سبزواری کماکان بر صد بسیار از رسانه‌ها بوده. گویا علی‌رغم اینکه کماکان نپذیرفت سیلی که بر صورت سرباز زد، اما یک عذرخواهی نصف و نیمه کرده بود که دیدم در روزنامه مستقل که از روزنامه‌های اصلاح طلب هم هستش با ادبیات نیشالود به ایشون نوشتن که همه مقصر بودن جز من. به نقل از آقای جعفرزاده ایمن‌آبادی که نمایندگان مجلس دوره قبلی اشاره شده بود که آقای نماینده یک گسخایی ساده کنی، یعنی بایست از اون غرور قدرت پایین بیایی. اما روزنامه وطن امروز اون فیلم خوب شما دیشب دیدید، از رسانه‌های مختلف دیدید، از قضا نکاتی بود که من نرسیده بودم به اون بپردازم. مدل برخورد شهروندان در همون جاده یک طرفه‌ای بود که می‌دیدیم با عبارات خیلی سنگین و زننده علیه نماینده مجلس به مثابه یک عنصر قدرت، به مثابه یک رکن اقتدار حاکمیتی با ادبیات خیلی بد میگفتند لعنت بر اینها و دشنام‌هایی که داده میشد، میرسونه که یه خشم جمعی در شهروندان حاکم است. این رو اتفاقا روزنامه وطن امروز میدیدم، اون رو پرداخته بود، زده بود خشم در دروازه دولت. هرچند در دروازه دولت به نحوی زنها اشاره به اون مکان دروازه دولت داشت به لحاظ جغرافیایی، اما سعی کرد که نوعی تشابه ایجاد کنه که اگر چنین خشمی از ارکان قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی از سوی ملت ایران برانگیخته شده، به خاطر ناکارآمدی مدیریت دولت روحانی است. تا جایی که گفته آنچه در ماجرای برخورد یک نماینده و سرباز وظیفه نباید مورد غفلت واقع شود، واکنش مردم حاضر در صحنه درگیری است. مشکلات معیشتی و احساس تبعیض و نابرابری دو زمینه مهم برای ایجاد و ابراز خشم اجتماعی شده است. البته وطن امروز به درستی نکته رو گرفته، فقط باید این نکته رو اشاره کنم که فقط محدود و معطوف به دولت روحانی نیست. ملت ایران اساسا از اصل نظام جمهوری اسلامی خسته هستند و در اشکال مختلف برای گذار از نظام فقیهان و نظام نظامیان تلاششون رو کردند. موفقیت هاشون بعضا به مشکل خورده. اوج آن در قیام به تعبیری خشمالود شهروندان در دی 96 بود که با تم به تعبیری اقشار پایین دستر اجتماع بوده و اوجتر آن در آبان 98 بوده و این ملت صریحا هم شعار داده بودند که
اصلاح طلب اصولگرا دیگر تمام است ماجرا، ادبیاتی که خود مردم جمهوری اسلامی مردان جمهوری اسلامی میگویند و روزنامه وطن امروز نمیتواند مدعی شود با برجسته کردن ابراهیم رئیسی در صفحه یک خود که شما الان میبینید تحت عنوان در مدار عدالت بخواهد مدار عدالت رو برگرداند یا به تعبیر آقای فضلی وزیر کشور بخواهد انتخابات رو پرشور و نشاط کنند، چرا که اساساً خشم در دروازه دولت نیست، خشم در دروازه حاکمیت هست و ملت ایران برای عبور از نظام فقیهان تلاش میکنند و همین برخورد خیابانی در جاده یک طرفه و سیلی نماینده مجلس بر صورت یک سرباز و نوع برخورد شهروندان خشم‌آلود اونجا نشانگر اوج عناد و نفرت باشندگان ایران علیه حاکمان حاکم هستش. و با این مطلب وقت برنامه امشب من در همین مقال و مجال به پایان میرسد. تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا. بامداد روشن، بدرود.